درود بر شما. با 180 ثانیه دوشنبه 22 مرداد ماه همراه ما باشید. بریتانیا، فرانسه و آلمان امروز دوشنبه به جمهوری اسلامی هشدار دادند که در صورت حمله به اسرائیل مسئولیت به خطر انداختن صلح را بر عهده خواهد داشت. آنها نوشتند ما عمیقا نگران افزایش تنش در منطقه ایم و بر تعهد خود نسبت به کاهش تنش و ثبات منطقه ای متحد هستیم. همزمان با انتشار ارزیابی نهادهای اطلاعاتی اسرائیل مبنی بر حمله گسترده جمهوری اسلامی به خاک این کشور در آینده بسیار نزدیک، نیروی هوایی اسرائیل مرخصی تمامی خلبانان و کادر خود را لغو کرد. در پی تشدید بحران نظامی در خاورمیانه، شرکت هواپیمایی لوفتانزا اعلام کرد تمامی پروازهای رفت و برگشت خود به شهرهای تهران، تل‌آویو، عمان، بیروت و اربیل را تا 31 مرداد ماه لغو می‌کند و تا آن زمان تمامی شرکت‌های زیر مجموعه این شرکت هواپیمایی از حریم هوایی عراق و ایران استفاده نخواهند کرد. مسکو و کیف یکدیگر را نسبت به ایجاد آتش‌سوزی در محوطه نیروگاه ژاپروژیا که بزرگترین نیروگاه هسته‌ای در اروپا محسوب می‌شود، متهم کردند. از سوی دیگر، در حالی که پیشتر هزاران شهروند روسیه از منطقه کورسک تخلیه شده بودند، روسیه روز دوشنبه غیر نظامیان را از بخش‌هایی از یک منطقه دیگر در مجاورت اوکراین تخلیه کرد. نیروهای اوکراینی سه‌شنبه گذشته از مرز روسیه به داخل خاک این کشور هجوم آورده و برخی از بخش‌های غربی منطقه کورسک روسیه را مورد تاخت و تاز قرار دادند. عباس عراقچی، وزیر پیشنهادی برای وزارت خارجه، در جلسه بررسی صلاحیت و برنامه‌هایش در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد که در مورد برجام متعهد به قانون اقدام راهبردی هستیم. قانون اقدام راهبردی پس از خروج آمریکا از برجام در مجلس به تصویب رسید و بر اساس آن به دلیل عدم لغو تمام تحریم‌های نظام اسلامی، اجرای پروتکل الحاقی برجام و در نتیجه نظارت‌های فراپادمانی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متوقف شد. محمد جواد ظریف در دومین پیام خود در کمتر از 24 ساعت استعفایش از مقام معاونت امور راهبردی رئیس جمهوری را تایید کرد. او میگوید در پی فشارهای مرتبط با دو تابعیتی بودن فرزندانش به این تصمیم رسیده است. با این حال او افزود که این استعفا نه در شامگاه یکشنبه 21 مرداد بلکه در هفته گذشته صورت گرفته است.